سلام بچه ها، خیلی مخلصم. امروز هم در خدمتتون هستم با یک آموزش دیگه و موضوع ویدیوی امروز در رابطه با بریک کردن هست و یک توضیح خیلی کوتاهی میخواستم بدم. یک بازیکن در کنار این که میتونه یک پات خیلی خوبی داشته باشه و یک کنترل کیو بال بالایی، این میتونه یک بخشی از بحث بریک کردنش باشه و میتونه کمک زیادی هم بهش بکنه. اما صحبت امروز من در رابطه با این هستش که در کنار اینکه یه بازیکن پات و کنترل خیلی خوبی داره، یه وقتی از کیو بال ما در یک شرط خیلی بدی قرار میگه و یک زاویه نامناسبی نسبت به توپای هدف و کنترل کردن کیو بال و موقعیت گرفتن توپ بعدی برای ما یک مقدار سخت‌تر هستش. پس در ادامه با من باشین. من سعی میکنم چند تا نکته قبل بریک کردن و بعد از بریک کردن بعد به چه چیزایی فکر کنی و این میتونه بهتون کمک بکنه. پس در دم ما باشین. خب بچه ها، من قبل از اینکه مورد اول رو براتون توضیح بدم، یک توضیح میخواستم بدم و اکثر شماها اطلاع دارین که قبل از ضربه باید به چه چیزایی فکر کنین. اگه بخوام به چند تا مورد اشاره بکنم، مثلا قبل از ضربه من باید خودم رو به درستی در لاین ضربه قرار بدم، یا اینکه موقعی که ورود میکنم به ضربه چوبم به درستی در لاین ضربه باشه، یا اینکه میتونه نقطه افکت و خط لاین من باشه. اما در کنار اینکه یک بازیکن اینا رو رعایت میکنه، چه چیزی باعث میشه که برکش خراب بشه؟ و این خیلی مهم هستش. و اگه قرار باشه من یک پوزیشنی از میز براتون چیدم و اگه قرار باشه روی میز و روی ضربه بهتون توضیح بدم، و اولین اشتباهی که اکثر شماها دارین این هستش که وقتی در این شرایط قرار میگیرین، تنها به پات کردن توپ قرمز و موقعیت گرفتن توپ مشکی فکر میکنین. یعنی اینکه من قراره توپ قرمز رو پات کنم و کیوبالم رو در اینجا قرار بدم، اما از اینجا دیگه هیچ فکری روش اعمال نشه، یا اینکه به قول خودمون هیچ نقشه دیگه براش نکشیدین که بتونین پوزیشن بعدیتون رو انتخاب بکنین. پس بچه ها، اولین نکته من و اولین موردی که باید خیلی دقت داشته باشین، انتخاب پوزیشن مناسب برای توپا هست، چه توپای رنگی چه توپای قرمز. اگر قرار باشه من روی ضربه بهتون نشون بدم، من توپ قرمز رو پات میکنم و کیوبالم رو در اینجا قرار میدم. و همینجوری که داری میبینی کیوبال من یه جورایی فول بال هستش با توپ مشکی، و این میتونه اولین اشتباه اکثر شماها باشه که فقط تنها به پات کردن فکر میکنین و هیچ فکری رو پوزیشن توپاتون ندارین. اگه من قرار باشه یک توضیح بدم نسبت به موقعیت گرفتن توپای بعدی، وقتی شما که یه پوزیشن خیلی بدی رو دارین و فول بال هستش، دقیقاً توپای محدودی رو میتونین بگیرین. یعنی اینکه من اگه قرار باشه رو همین ضربه یه توضیح بدم، من تنها کاری که میتونم بکنم یک افزیر، یه اسکوبک و کیوبالمو در اینجا قرار بدم و یه موقعیت و نهایتاً دو تا موقعیت رو بگیرم برای میدل وسط. اما دوستان، نکته اول من در رابطه با پوزیشن مناسب، من اگه قرار بود این ضربه رو بزنم و کیوبال من در اینجا قرار بگیره، من اینجا یک پوزیشنی رو دارم که دستم خیلی باز هستش. یعنی چی دستم خیلی باز هست؟ یعنی اینکه من وقتی که یه پوزیشن مناسب داشته باشم، میتونم کیوبالم رو در هر منطقه و هر توپی از قرمزا رو نگه دارم. پس یه بازیکن خیلی خوب در کنار اینکه پات خیلی خوب داره و کنترل خیلی خوبی داره، این میتونه یکی از دلایلی که برکش خراب بشه، اینکه یک پوزیشن خیلی بدی رو میگیره و دیگه مجبور، یعنی دیگه نمیتونه موقعیت‌های توپای بعدیشو بگیره. خب من اگه قرار باشه دوباره روی همین پوزیشن دوم بخوام یک توضیح کامل بدم، خب معلومه من در این پوزیشن میتونم به راحتی بعد از پات کردن توپ مشکی کیوبالم رو در اینجا قرار بدم، یا یعنی اینکه نه، بعد از با استفاده از یک کوشن این مسیر رو طی کنم و کیوبال رو در اینجا قرار بدم، یعنی موقعیت دوم، موقعیت سوم. یعنی که خیلی پاورتون هم خیلی بالا بشه، با استفاده از یک کوشن بیاین اینجا قرار بدین که این قرمز رو برای اینجا، یا یعنی اینکه نه اصلا با استفاده از یک کوشن نه، یعنی اینکه اصلا میتونم با استفاده از دو تا کوشن کیوبال رو در اینجا قرار بدین. یعنی که خیلی دیگه موقعیت نسبت به شرایط میز به صورتی که شما مجبور میشی برین اینجا
شما پات میگیرین با استفاده از یک ساید راست میخوره کشن و کیوبال در اینجا قرار میده و هم میتونین برای میدل بگیرین و هم برای کورنر ها. پس بچه ها پوزیشن مناسب خیلی مهم هستش. یک پوزیشن شما در کنار اینکه پات خیلی خوبی دارین، در اینکه کنترل خیلی خوبی دارین، بعد یک پوزیشن مناسب داشته باشین که بتونین بریکاتون رو ادامه دار بدین. خب اگه قرار باشه من روی ضربه دوباره بهتون بگم در همین پوزیشن با من باشین که من چند تا ضربه بزنم، و اگه قرار باشه من روی ضربه یک توضیح بدم، این هستش بچه‌ها من قبل از ضربه این تصمیم رو گرفتم همچین پوزیشنی بگیرم و انتخاب قرمز بعدی من این هستش. شما به هر دلیلی وقتی که دوباره در این پوزیشن قرار گرفتین، به هر دلیلی تصمیم و نظرتون عوض میشه و میخواین انتخاب قرمز بعدیتون این باشه نسبت به شرایطی که پیش اومده. وقتی که شما تصمیم و نظرتون عوض میکنین، زمینش چیه؟ زمینش اینه که شما یک پوزیشن مناسب داشته باشین که بتونین نقشتون رو اجرا کنین، نقشه اول و دوم، یعنی که نقشه سوم و چهارم. وقتی که یک پوزیشن خیلی بدی رو بخواین بگیرین برای توپاتون، دیگه اگه نقشتون هم بخواد عوض بشه قطعا دیگه نمیتونین موقعیت های زیادی رو بگیرین، تنها یک موقعیت، یعنی که در نهایت فقط به پات کردن توپ مشکی ختم میشه. پس بچه‌ها پوزیشن مناسب خیلی میتونه بهتون کمک و دستتون رو خیلی بازتر میکنه. پس سعی کنین موقعیت هایی که میگیرین حتما همش فول بال نباشه، خط کش باشه، بگیم به بچه موقعیتی گرفتم به راحتی، اما موقعیت بعدی براتون خیلی سخت‌تر میشه. خب همونجوری که بهتون من قرارش ضربه بزنم و همونجوری که بهتون گفتم، اولین موقعیت هم در این پوزیشن اولین قرمز من بغل کشنه، زاویه مناسبم دارم، یا یعنی اینکه نه، شما به هر دلیلی همونجوری که بهتون توضیح دادم، به هر دلیلی شما تصمیم و نظرتون عوض میشه، نمیخوام قرمز بغل کشه، میخوام اینو بگیرم، یک پوزیشن مناسبی دارم، پس هر کاری که میتونم انجام بدم و کیوبالم در هر منطقه که میخوام میتونم ببرم به راحتی. همینجوری که میدونی این موقعیتی میتونستم یکم یک مقدار محکمتر بزنم و کیوبالم رو به راحتی توی شرط خیلی بهتر قرار بدم، یا اینکه نه، شما یه زاویه دارین خیلی زیاد هستش و کنترل کردن شاید براتون خیلی سخت بشه و انتخاب بعدی میتونه از دو تا کوشن استفاده کنین. شما میتونین با استفاده از دو تا کوشن موقعیت قرمز بعدیتون میگیرین به راحتی. پس پوزیشن مناسب خیلی میتونه بهتون کمک بکنه، پس خیلی بهش فکر کنین. شما قبل از اینکه ورود به ضربه بکنی و پاتتون رو انجام بدین، به کیوبال فکر کنید در چه پوزیشنی میتونه براتون خیلی امتیازآور باشه. یا یعنی اینکه به هر دلیلی شما نسبت به شرایطی که دارین مجبور میشین کیوبالتون در اونجا قرار بدین، پس من یک پوزیشن خیلی عالی دارم و میتونم کیوبالم رو در هر منطقه از میز ببرم. پس بچه ها اولی مورد میتونه پوزیشن مناسب باشه برای کسایی که بازیشون خیلی خوبه، وقتی که بازیشون خیلی خوبه، یک پات خیلی خوبه، کنترل خوبی دارن، پوزیشن مناسب میتونه بهشون کمک بکنه. یا اینکه برعکس، کسی که میخواد در اول راه هست، میخواد تعداد بریکاشو بیشتر بکنه، سعی کنه پوزیشن های عالی رو بگیره. پس در ادامه ما باشید. خب بچه ها دومین موضوعی که میخوام در رابطه با آن صحبت کنم بحث کنون کردن هستش. من تو این چند روز اخیر خیلی استوری گذاشتم و در قالب فیلم های کوتاه و بلند استوری کنون کردم براتون گذاشتم و یک پیغامی داشتم که وقتی که شما در شرایط بازی قرار گرفتین، به کنون کردن به توپای هدفتون فکر کنین و اینجا خیلی میتونه بهتون کمک بکنه، چون وقتی که شما در شرایط بری قرار گرفتین، همین یه وقته اتفاق میفته که کیوالتون در شرایط خیلی بدی قرار میگیره، یعنی به اصطلاح خودمون تو یه زاویه خیلی تند و بدی هستش و خیلی دیگه سخت هستش که ما حتی توپ هدفمون رو پات کنیم و بخوایم موقعیت توپ بعدیمون رو بگیریم و به راحتی موقعیتمون رو دست میدیم و ما نسبت به موقعیت‌های میز و شرایط میز میسنجیم که
اولین موضوعی که باید بهش دقت کنم این هستش که من چجوری میتونم کیوبالم رو نگه دارم برای توپای هدف. و اولین موضوعی که میتونم بهتون بگم بحث کنون کردن هستش. من اگه قرار باشه روی ضربه بهتون نشون بدم چه اتفاقی قراره بیفته، بچه ها شما وقتی که در شرایط بازی قرار گرفتین و با همچین موقعیتی مواجه شدین، خب اولین چیزی که به ذهن من میاد این هستش من بعد از پات کردن توپ قرمز کیوبالم رو در اینجا قرار بدم نسبت به توپ مشکی، کیوبالم فول بال باشه که بتونم بعد پات کردن توپ مشکی یک افزی بزنم و کیوبالم رو دوباره در اینجا قرار بدم و موقعیت توپ قرمز بعدیمو بگیرم. اما یه وقتایی اتفاق میفته که اون چیزی که میخواین اتفاق نمیفته، یعنی که کیوبالتون در اون شرایط قرار نمیگیره و خیلی زاویه خیلی تندی داره و کیوبالتون به راحتی توی زاویه خیلی بدی قرار گرفته و موقعیتی که قرار بود شما فوتبال باشین و اینجا بعدش قرار بگیرین به راحتی از دست دادین. و اولین اشتباهی که اکثر شما انجام میدین این هستش وقتی در این شرایط قرار گرفتین بچه‌ها خودتون رو میبازین و فقط دیگه تنها به پات کردن توپ مشکی میپردازین و دیگه نمیتونین کیوبالتون رو بتونین در یه موقعیت خیلی خوب برای توپ قرمز قرار بدیم. و به نظر من باید خیلی فکر کنین نسبت به شرایط و موقعیت هایی که دارین، نسبت به توپ هایی که روی میز هستش. شما بیاین فکر کنین که در این پوزیشن وقتی من قرار گرفتم، من اولین گزینه‌ای که میاد به ذهن من این هستش که بتونم کیوبالم رو اگه بتونم بزنم یه تماسی با توپ صورتی داشته باشه، به راحتی میتونم موقعیت توپ قرمزمو بگیرم. یعنی اینکه اگه قرار باشه من هر جوری بزنم کیوبال من خیلی میاد بالا و برای گرفتن و سرعت و موقعیت گرفتن کیوبال این هستش که من توپ کیوبالمو بزنم به توپ صورتی. خب بریم برای ضربه. الان زاویه خیلی زیاد هستش. و همینجوری که دیدین من با استفاده از این که زاویه خیلی بدی داشتم و تو شرایط بریک و بازی هستم یه زاویه خیلی بدی قرار گرفتم، اما من اینجا به کنون کردن به توپ صورتی فکر کردم و این کار باعث شد که من موقعیت قرمز بعدیمو بگیرم. پس بچه‌ها به نظر من دومین موضوعی که باید خیلی بهش فکر کنین قبل از ضربه برای بریک کردن زیاد این هستش که همیشه اتفاق میفته که ما کیوبالمون اونجایی که همیشه فکر میکنیم قرار نمیگیره، یعنی که به قول معروف همیشه تو شرط خیلی بدی قرار میگیره و خیلی خوب نیست موقعیت گرفتن و واقعا خیلی هم سخت هستش. اینجا باید به نظر من از بحث کنون کردن به توپای هدف و سرعت گرفتن و گرفتن سرعت کیوبال میتونه بهتون کمک بکنه. پس دومین موضوع میتونه بحث کنون کردن که خیلی بهش فکر کنین به نظر من. خب یه پوزیشن دیگه داریم، من قراره توپ قرمز رو پات کنم و به هر حال بعد میتونم موقعیت توپ رنگیمو بگیرم. من اینجا به کنون کردن با توپ قرمز فکر میکنم. من اگه بتونم کیوبالم رو بتونم بزنم توپ قرمز، هم به راحتی میتونم توپ مشکی رو بگیرم، توپ صورتی رو بگیرم، همین که موقعیت توپ قرمز هم تو شرط بازی باشه. خب این پوزیشن ها میتونه خیلی بهتون کمک بکنه و همینجور که میبینیم به راحتی من کنون رو ایجاد کردم، هم موقعیت توپ صورتی رو گرفتم، همین که میتونم به راحتی حالا موقعیت توپ قرمز بعدیمو بگیرم. پس بحث کنون کردن خیلی مهم هستش و به نظر من فقط چون اکثر بچه ها دیدم خیلی از دوستان وقتی در شرط بازی قرار میگیرن فقط تنها و تنها به پات کردن فکر میکنن، به کنترل کردن کیوبال، اینکه کیوبال داره کجا میره و قراره چه اتفاقی بیفته فکر نمی کنن و این باعث میشه که شما بریکتون ادامه دار نشه. خب بچه ها سومین موضوعی که میخوام بهش اشاره کنم بحث نزدیک بودن کیوبال با توپای هدفمون هستش و همینجوری که اکثر شماها میدونین من در اکثر ویدیوام همیشه بهش اشاره کردم که برای ادامه داشتن بریکاتون و یک پات راحت و یک کنترل کیوبال بهتر همیشه سعی کنین کیوبالتون نزدیک به توپای هدف قرار بدین. وقتی که کیوبال شما نزدیک به توپای هدف قرار بگیره چه اتفاقی میفته؟ دو تا مسئله. شما در هر سطحی که هستین هم پاتتون راحت تره، همین که کنترل کیوبالتون و میتونین به راحتی کیوبالتون در هر منطقه از میز و توپای هدف
قرار بدین. خب سومین موضوعی که میتونه برکتون رو خراب کنه چی هستش بچه‌ها؟ این که من پاتمو انجام دادم، توپ هدفمو پات کردم و فاصله کیووال من با توپ هدف بعدیم خیلی زیاد هستش، یا حالا یه زاویه نامناسب قرار گرفته. تو بخش اول و دوم من بهتون توضیح دادم. خب من الان دارم به صحبت فاصله زیاد فاصله های زیاد صحبت میکنم. وقتی که کیوبال فاصله زیادی باشه قطعا میتونه تأثیر تو ضربه و پاد و بریکتون بذاره. خب اگه قرار باشه من روی ضربه بهتون نشون بدم، من قراره توپ مشکی رو پات کنم و موقعیت توپ قرمزمو بگیرم و تنها موقعیتی که میتونم بگیرم کیوبالم رو در اینجا قرار بدم که بتونم قرمزمو برای کورنر اینجا بگیرم. خب میریم برای ضربه. و همینجوری که میبینین یه جورایی فول بال هستش، اما فاصله توپ من زیاده. من نمیگم این توپ میتونه توپ سختی باشه، اما فاصلهش خیلی زیاده. اما کیوبال میتونست اینجا قرار بگیره، یا میتونست اینجا قرار بگیره، یا میتونست اینجا قرار بگیره، درسته؟ وقتی که کیوبال من نزدیک باشه هم پات من راحت میشه، هم کنترل کیوبال من. اما اگه شما فکر کنین که کیوبال من اینجا قرار میگرفت، شما فول بال رو در نظر بگیرین، اینجا قرار نگرفته، اینجا قرار نگرفته، فکر کنی اینجا قرار گرفته. خب معلومه دیگه وقتی که کیوبالتون فاصلهش بیشتر میشه و نزدیک به کوژن باشه قطعا پات کردن و کنترل کردنش برای ما سخت میشه. پس بچه ها سومین موضوعی که میتونه برکتون رو یک مقدار خراب بکنه و شما رو در شرایط خیلی بدی قرار بده بحث کیوبال هستش، که کیوبال همیشه با فاصله های زیادی قرار میدین. یعنی که همیشه شما مجبور میشین که چون پاتتون خیلی خوبه کیوبالتون همیشه فاصله های خیلی زیادی داره نسبت به توپای هدف و میایین پات میکنین. خب این باز شما هر چقدر، شما در هر سطحی هم که هستین، حتی حرفه‌ای هم باشین، شما هر چقدر نزدیکتر کیوبالتون به توپای هدف باشه با یه زاویه مناسب، شما همیشه همیشه پات میکنین، همیشه کنترل کیوبالتون رو دارین و همیشه بریکاتون ادامه دار میشه. خب بچه‌ها به انتهای ویدیو رسیدیم، امیدوارم که از ویدیوی من لذت برده باشین. اگه بخوام به یک جنبندی کلی برسم نسبت به توضیحاتی که بهتون دادم، شما با استفاده از این سه تا فاکتوری که گفتم چی بود؟ یک، پوزیشن خیلی مناسب نسبت به توپای هدف. دو، وقتی که کیوبالمون در شرایط خیلی بدی قرار میگیره، یه زاویه خیلی تند و تیزی داره نسبت به توپامون، شما با استفاده از یک کانون خیلی ریز با استفاده از یک کانون شما میتونین کیوبال رو دوباره تو شرایط بریک قرار بدیم. و سومین فاکتوری که بهتون گفتم بحث نزدیک بودن کیوبال به توپ با توپامون بود. شما با استفاده از این سه تا فاکتور قطعا تاثیر بهتری میتونید در ضربات کنترل کیوبال و بریکتون بذاره و دقت داشته باشین. و اگر بخوام یک مثال خیلی ساده بزنم، اکثر شما بازی های جهانی رو نگاه میکنی از بازیکن خیلی بزرگ، وقتی یه بازیکن خیلی بزرگ داره یک بریک رو انجام میده، اگه توجه داشته باشین به پات کردن و پوزیشنایی که میگیره، همیشه بریکاشون به این صورته که همیشه یک پات خیلی راحت رو دارن انجام میدن. چرا؟ به خاطر اینکه اونا تمرکزشون رو کنترل کیوبالشون هست، یه پوزیشن خیلی ساده و آسون رو میگیرن که بتونن راحت تر پات کنن و راحت تر هم برن برای موقعیت بعدی. هیچ وقت مجبور نمیشن که کیوبالشون توی شرط خیلی بد و یک زاویه خیلی بدی بخوان توپشون رو پات کنن. و بحث حالا ریکاوری شات هم میتونه باشه، اینکه شما وقتی در شرط خیلی بدی قرار میگیری بعدی بتونی یه ضربه بزنین که دوباره برگردی به همین حالت ساده بودن. خب امیدوارم که از این ویدیوی من لذت برده باشین. و در آخرم بخوام یک توضیح بخوام بدم و دوست دارم بگم این هستش که بچه‌ها در کنار اینکه شما خیلی مراحل ضربه رو رعایت میکنین، از بحث ورود به ضربه، چوب درست به دلاین قرار گرفته، در کنار اینه که شما باید خیلی فاکتورها رو داشته باشین. یعنی تنها اونا کافی نیست، شما باید خیلی فاکتورها رو داشته باشین برای پات کردن و تاثیر بهتری روی ضربتون این فاکتورها میتونه بذاره. با امید دیدار. یه ضربه براتون بزنم، پوزیشن دو رو بگیرم. نام دو.